در سالهای اخیر شرکت های سازنده دوربین های موبایل تصمیم گرفتن به جای افزایش تعداد پیکسل ها که یه فاکتور خیلی مهم بود برای خرید گوشی های موبایل تصمیم گرفتن که تعداد دوربین ها را افزایش بدن و به این ترتیب گوشی های اومد به بازار با دوربین های دوگانه سگانه و حتی بیشتر اما این دوربین هایی که روی گوشی نصب هستن در حقیقت لنزهای های مختلف هستن که روی گوشی تعبیه شدن به خاطر اینکه دوربین موبایل این قابلیت رو نداره که لنزش رو تعویض کنیم در نتیجه گوشی هایی که دوربین چند گانه دارن در حقیقت لنزهای های مختلفی رو دارن که ما میتونیم با اونها عکس بگیریم اما در همه گوشی ها در همه موبایل ها چه اونهایی که یک دونه دوربین دارن چه اونهایی که چند تا دوربین دارن دوربین اصلی لنزش وایده یعنی در همه گوشی ها اون لنز اصلی ما لنز وایده ولی این دلیل نمیشه که اگر گوشی ما تنها یک تونه دوربین داره ما فقط عکس واید بگیریم با گوشی که تنها یک دوربین داره هم میشه عکسهایی گرفت حالت عکس تله به این تصاویر نگاه کنید این ها رو من با گوشی گرفتم که فقط یک دونه دوربین داشته و خب قطعا اون دوربین هم لنزش لنز واید بوده اما تصاویر جوری ثبت شده که انگار با لنز تله عکاسی شده و این دلیلش اینه که من تا جایی که میتونستم به سوژه نزدیک شدم تا جایی که فکوس لنز دوربینم اجازه میداد به سوژه نزدیک شدم و بعد عکس رو گرفتم همونطور که میبینید هم بک خیلی محوه حالت فلو داره دقیقا کاری که لنز تله انجام میده و همین که جزئیات توی صورت این سنجاقک کاملا مشخصه و روی بالش همینطور یا این زنبور کاملا جزئیاتش مشخصه پس اگر گوشیتون تنها یک دوربین داره عکس های تله میتونین با اون یک دونه دوربین بگیرید ولی به این نکته دقت کنید که برای بزرگنمایی تصاویر هیچ وقت از زوم دیجیتال استفاده نکنید به خاطر اینکه زوم دیجیتال به شدت کیفیت تصویر رو پایین میاره. پس تا میتونید به سوژه نزدیک بشید، فوکوس رو انجام بدید و عکس رو بگیرید. حتی اگر از زاویه دورتر عکس بگیرید و بعد اون رو کراپ کنید، به لحاظ کیفیت خیلی بهتر از اینه که بخواید از زوم دیجیتال استفاده کنید. توی این تصویر هم میتونید ببینید این اتفاق رو این تصویر هم با گوشی عکاسی شده که فقط یک دونه لنز داشته و خب لنزش هم واید بوده ولی کاملا بزرگ نمایی رو داریم روی قطرات آب و حتی اینکه که خیلی محوه لنز دیگه که در گوشی های موبایل استفاده میشه لنز اولترا واید هست لنز اولترا واید فاصله کانونیش اون عددش عدد کوچیکی هست و از لنز واید زاویه دیدش بیشتره یعنی اینکه تصاویر رو میتونه روی نمای دورتر ثبت کنه جزئیات بیشتری رو توی تصویر به همون نشون بده این تصاویر با لنز واید عکاسی شده تصویر سمت چپ لنز وایده و تصویر سمت راست لنز اولترا واید تفاوت رو میتونید ببینید این عکس ها هم همینطور من این عکس رو بدون تغییر زاویه گرفتم یعنی یک جا ثابت ایستادم و فقط با تغییر لنز دوربین عکس رو ثبت کردم همونطور که میبینید عکس پایین که لنز اولترا وایت هست خیلی دورتره و زاویه دید خیلی بیشتری رو به ما نشون میده لنز های اولترا وایت برای استفاده از مناظر بناهای معماری و مناظر مناسب هستن چون زاویه دیده بازی رو دارن همینطور نماهای داخلی ساختمون میتونید از لنزهای واید یا اولترا واید برای عکاسی استفاده کنید لنزهای دیگری که در گوشه های موبایل به کار برده میشه یعنی ممکنه استفاده بشه لنز فیش آی هست فیش آی به معنای چشم ماهیه و دلیل نامگذاری این لنزها به این خاطره که ما احساس میکنیم ماهی یا دنیا رو به این شکل میبینند. لنز فیش آی چه تصویر برداری خطوط مستقیم رو به حالت منحنی در میاره شبیه یه بشکه یا آینه محدب روی این تصویر میتونید ببینید که چه اتفاقی افتاده خطوط مستقیم خمیده شدن و استفاده ای که از لنز های فیش آی میشه در همه موضوعات عکاسی میتونید ازش استفاده کنید چه مناظر، چه معماری، چه حیوانات و طبیعت و حتی عکس های پورتره و مدلینگ بسته به اینکه چه موضوعی رو بخوایم برسونید یا چقدر عکستون فانتزی بشه میتونید از لنز های فیش آی استفاده کنید اما ممکنه که روی گوشی شما لنز فیش آی نباشه شما میتونید این لنز رو به صورت اکسترنال یعنی جدا تهیه کنید و روی گوشی نصب کنید باهاش عکاسی کنید اما اگر نمیخواید این کار را انجام بدید نرم افزار هایی هست که روی گوشی نصب میشه و کار لنز فیش آی رو برای ما انجام میده من اینجا دو تا اپ رو بهتون معرفی میکنم فیش آی کامرا پرو برای اندروید و فیش آی کامرا اولترا واید لنز برای گوشی هایی که سیستم عاملشون آی او هست میتونید این اپ ها رو نصب کنید و تصاویر رو ثبت کنید که انگار با لنز فیش آی عکاسی شدن توی این دوتا تصویر من لنز فیش آی استفاده نکردم از همین اپی استفاده کردم که بهتون معرفی کردم همونطور که میبینید هم به صورت کروی و هم به صورت کادر تمام کادر بسته اینجا عکس گرفته شده و همون افکت فیش آی توی این عکس ها اعمال شده لنز تلفوتو لنز دیگه ای که ممکنه در دوربین های موبایل به کار بره لنز تلفوتو هست کار این لنز اینه که بزرگ نمایی رو با افت کیفیت خیلی ناچیز برای ما انجام میده لنز های تلفوتوی که در موبایل ها به کار رفته تا دو تا سه برابر میتونه بزرگ نمایی رو انجام بده بدون افت کیفیت و این زوم یه زوم اپتیکاله یعنی اینکه لنز حرکت میکنه ولی داخل خود گوشی و ما این حرکت رو نمیبینیم و تصاویر رو به ما نزدیک میکنه اما همیشه برای شرکت های سازنده موبایل این یک چالش بود که بتونن بزرگ نمایی بیشتر از دو تا سه برابر رو داشته باشن ولی در عین حال به خاطر قطر کمی که دوربین های موبایل دارن نمیتونستن از لنزهای های متعدد و زیادی استفاده کنن برای بزرگنمایی. به همین دلیل تصمیم گرفتن که از تکنولوژی پیروسکوپ در دوربین های موبایل استفاده کنن. پس, دوربین‌های پس گوشی هایی که لنزهای های چنگانه دارن ممکنه یکی از این لنزها ها لنز پیروسکوپ باشه. کار این لنز اینه که بزرگنمایی رو انجام میده تا ده برابر میتونه برای ما بزرگ نمایی داشته باشه بدون افت کیفیت اینجا میتونید این تکنولوژی رو ببینید لنس به کار رفته در دوربین موبایل هم در قطر موبایل به کار رفته و هم در عرض موبایل در نتیجه بزرگ نمایی تا ده برابر میتونه برای ما داشته باشه این تصاویر تصویر سمت چپ با دوربین معمولی موبایل گرفته شده تصویر سمت راست با لنز پیروسکوپی با بزرگ نمایی پنج برابر همطور که میبینید هیچ افت کیفیتی توی تصویر نداریم و کاملا جزئیات مشخصه اما شاید براتون سوال پیش بیاد که کاربرد لنزهای تله کجاست و کجا بهتره که از لنزهای تله استفاده کنیم لنزهای تله خاصیتی که دارن اینه که بزرگ نمایی رو برای ما انجام میدن و همزمان فاصله ما رو یعنی فاصله عکاس رو با سوژه حفظ میکنن پس جایی که ما نمیتونیم خیلی به سوژه نزدیک بشیم بهتره که از لنز های تله استفاده کنیم مثل ورزشگاه ها یا حیات وحش و کلا جایی که نمیتونیم خیلی به سوژه نزدیک بشیم اما لنز تله کاربورد کاربرد دیگه هم داره و در عکاسی پورتره محبوبیت زیادی داره به خاطر اینکه بکگراند رو کاملا محو میکنه و سوژه رو از پس زمینه جدا میکنه به خاطر این در عکاسی پورتره هم ازش زیاد استفاده میشه لنز دیگه ای که ممکنه در گوشی ها با دوربین چنگانه وجود داشته باشه لنز عمق سنجه که اصطلاحا هم بهش دپ سنسور هم میگن لنز عمق سنج کارش اینه که هم تله است همین که دیافراگم بازی داره در نتیجه بکگراند های خیلی محفی رو برای ما به وجود میاره در بعضی از دوربین های موبایل این لنز وجود نداره ولی تقریبا در اکثر موبایل ها این قابلیت به صورت نرم افزاری وجود داره و شرکت های سازنده با استفاده از هوش مصنوعی این قابلیت رو در موبایل ها تعبیه کردن میتونید توی گزینه هایی که برای عکاسی دارید روی دوربین موبایلتون به اسم پورتریت مود یا بوک مود این قابلیت رو پیدا کنید در بعضی از موبایل ها به اسم لایف فوکوس هست گوشی‌هایی هایی که لایف فوکوس دارن دقیقا کارشون اینه که بکگراند رو خیلی محف میکنن ولی در لایف فوکوس شما میتونید میزان تار شدن زمینه رو تعیین کنید یعنی تعیین کنید اسلایدر رو حرکت بدید و تعیین کنید که بکگراندتون چقدر محف باشه و چقدر تار باشه اما دو تا نکته هست زمانی که شما دارید از حالت لایف فوکوس استفاده میکنید باید اونها رو رعایت کنید یکی اینکه فاصلتون تا سوژه حدود یک مترو 20 سانتی متر باشه نه خیلی بیشتر و نه خیلی کمتر فوکوس رو انجام بدید دقیقا روی سوژه و دیگه اینکه نور صحنه کافی باشه صحنه کاملا روشن باشه لنز دیگه ای که در دوربین های موبایل به کار میره در موبایل هایی که لنز های چنگانه دارن لنز ماکرو هست لنز ماکرو خیلی فکر میکنم که همون لنز تله است با قابلیت بزرگنمایی بیشتر در صورتی که این نیست لنز تله این قابلیت رو داره که از فاصله دور اجسام رو به ما نزدیک میکنه و اجسام رو با بزرگنمایی ثبت میکنه ولی لنز مارک رو فقط از فاصله نزدیک میتونه اجسام رو بزرگ کنه و نمیتونه جسمی رو که دوره بیاره نزدیک و عکس بگیره پس شما با لنز ماکرو میتونید از فاصله خیلی نزدیک از اجسام عکاسی کنید و کاربردش هم بیشتر در عکاسی از جواهرات و یا حشرات و اکسسوری ها و چیزهایی که خیلی ریز و کوچیک هستن کاربردش برای اونهاست و کاملا جزئیات رو میتونه نشون بده لنزهایی که معرفی کردم در گوشی هایی که دوربین های چندگانه دارن ممکنه تعدادیش استفاده شده باشه اما اگر گوشی شما تنها یک دونه دوربین داره و شما قصد تعویز گوشیتون رو هم ندارید میتونید این لنز ها رو به صورت جدا از بازار تهیه کنید و حالت کلیپسی روی موبایل نصب کنید و باهاشون عکس بگیرید